تشکر. یک جان سپاس خان آباد. به نام خداوند پاک و بینیاز با عرض سلام خدمت تمام شما قهرمانای کشور، انسانهای دانش دوست و دانشمند، زنده و سلامت باشین و مخصوصا به دو گروه احترام و ادب بیشتر ما تقدیم. یکی به کسایی که استاده ماندن، همت بیشتر دارن، دو ساعت سه ساعت سر پای استاد شدن ای توانایی زیاد میخواه، و همچنان عزیزایی که از راه های دور آمدن، بعضی عزیزای ما از ولایات میان بر دیدن برنامه و بر اشتراک در برنامه، بر از اینکه یک اس یاری و همکاری و صمیمیت و نزدیکی خود نشان بتن، میان همینجا حضور به هم میرسانن، گرچه بعدا میشه از طریق تلویزیون ببینن یا از طریق اینترنت تعقیب کنن، ولی نه، میان همینجا که نشان بتن که یک وابستگی و همبستگی و اتحاد بین ما و شما است، به یک هدف مشترک که خدمت بر مردم ما، بر وطن ما، بر دین ماست. از نظر دینی هم شما میفهمید کسی که مشقت زیادتر در یک راه میگیره ثوابش بیشتر است. مثلا گفته میشه وقتی شما یک بدی و منکر میبینین، اول با دستتان منش کنین، این درجهش بالاتر است. اگه این توانایی را نداری، ترسو هستی، حداقل به زبانت بگو، و اگر نیست باز در دلت حداقل از اون بدی کی نبیگی، خوی ضعیفترین مرحله ایمان نشان میده. بنان کسی که از رای دور میه، کسی که استاده میشه، اجرش بیشتر است. ولی کلتان قابل قدر است، تشکر، زنده باشین. و همچنان هم بیننده ما که در خانه گرم هم نشستن، ولی خانیشان آباد که برنامه را میبینن، سلام ما و تمام حاضرین در تالار پذیرا شوین، دوستتان داریم، شما میار و یاور ماستین، خانیتان آباد. دوست عزیز نازنین، بحث ما در مورد صفات و مشخصات جوان و نوجوان سالم بود و این برنامه نهم است در مورد جوان و نوجوان، برنامه نهم در مورد نوجوان و جوان سالم، و بحث ما و شما بود از 13 تا 19 که دوری نوجوانی است و از 19 تا 39 که مرحله جوانی است. و در برنامه های قبلی ما 45 صفت جوان سالم اشاره کردم، امروز از 46 ادامه میتیم. صفت 46 پیش جوان سالم پیدا کردن دوست های خوب است. جوان سالم کسی است که در زندگی خود دوست داره، دوستای صمیمی داره. امروزه شما میفهمین که میزان موفقیت افراد مرتبط به تعداد روابط و شناخت و دوستایی است که در اجتماع داره. به می خاطر در هوش دگانی که تقسیم بندی میکنن، خوبترین هوش بر موفقیت هوش ارتباطات است. شما چه ارتباطات خوب دارین در اجتماع؟ هر قدر ارتباطات شما خوب و قوی است، میزان موفقیت و صمیمیت شما و پیشرفت شما بیشتر می باشه. حتی باید ایره بگویم که ما تشخیص امراض روانی را نظر به دوست می کنیم. یکی از سوالای ما از مریضای روانی در معاینه خانه می باشه که چند تا دوست داری؟ میگه هیچ دوست ندارم، حتی با اعضای فامیلم جور نمیم. هر قدر تعداد دوستایش کم می باشه، شدت مریضی روانی بیشتر می باشه. روزی که شما با هیچ کس ساخته نمیتونین، حتی با اعضای فامیلتان جور نمیین، دوست صمیمی ندارین، شما دچار مشکل روانی هستین. بنابراین شما دوست خوب برتان پیدا کنین، سرمایه گذاری کنین، انرژی بانین، وقت بانین و این دوستی ها را انکشاف بتین. دوستای ما در میزان موفقیت ما بسیار نقش دارن. شما علت پیشرفت بعضی‌ها رو پرسان کنین، میگه چطور پیشرفت کردی؟ میگه دوستای من آدم غریب بودم، فقط فلانه دوستم گفت که بیا من بر تو این دکانه که میسازم، در این بخش کار است، تو کار که به چی خوب استی. میگه من کار کردم امروز سرمایه دار استم. فلانه دوستم مرا گفت بیا در فلانه پوانتون امکانات درسی خوب است، مرا برد او رشته و امروز من یک دانشمند خوب استم. و همه تیام یادتان باشه که دوست بعد علت انحراف بعضی هاست. بعضی ها رو میگی چرا موتا؟ چرا اکثر موتا داره شما پرسان کنید؟ دوستم، دوستم گفته بگی یک دود بکش و امروز موتا در زیر پل شیشته، کل حیثیت انسانی خود از دست داده. تاثیر دوست در زندگی، حتی شما این بحث ریاضی رو شنیدین، خب
عزیزای ما اینجا کس اکثرشان دیگه دانشمند هستن. سعی کنین ما جذر 16 را میفهمیم، جذر پوره داره که 4 است. جذر 25 را میفهمیم که 5 است. اما جذر 20 که ما نمیفهمیم چند است. نه، جذر پوره نداره. ولی یک چیز ما فهمیده میتونیم که جذر 20 هر عددی که است بین 4 و 5 است. یعنی ای را اگه x یک عدد فرض کنیم، ای عدد است، من از 5 کده کوچک است، از 4 کده بزرگ است. فرض بگیریم 4 نیم باشه. حالا خب من جذر مربع پیدا کردن شاید دارم، من خواسته باشه میدونم پیدا کنم. مثال بگم برای شما، کاری نگوید نفهمید جذر. یعنی نظر به دو طرف ما فهمیدیم جذر x است. معنای زیگب چیز؟ یعنی شما یک انسان نظر به دوستایش میتونین بشناسین. 3 نفر آمده، یکش شما نمیشناسین اما دو تا دیگه شما میشناسین. ولی میگه ما 3 تا دوستا هستیم. در مورد او کسی که تو نمیشناسی میتونی یک پیش فرض کنی، یک قضاوت کنی. اگه این دو دوستش دو آدم بسیار پاک و خوب و منظم و پرتلاش و زحمتکش است، ذهن تو کدام طرف میره؟ میگه یا مثل زمین است. ولی اگر خدا اینا خواسته او دو دوستش که تو میشناسی معتاد، چرسی، سگرتی، پانی، چاره بشری باشه، تو در وسط چی فکر میکنی؟ میگی آدم خوب از دبای نشان؟ نه، تو قضاوت میکنی که اطمانیام مثل از ایناست. یعنی نظر به دوستای شما شناخته میتونین. بنان دوست ما در زندگی ما نقش داره. حتی یک روایت دینیست میگه دو دنیا بعضی ها به خاطر دوستشان به بهشت میره. این دوستشان مثلا یک دوست، دو دوست گفته تو برو بهشت، این را گفته تو برو دوزخ. میگه او دوستای استاده میشه، نمیریم، دوست ما اون طرف میره. یعنی بخشیده میشه و بهش میره. تو میگه دوزخی بودی چی میکنی؟ میگه به خاطر دوستای مرا بخشیدن. یعنی دوست ما حتی اینقدر تاثیر داره در زندگی ما. این جمله را شنیدین، میگه اوسط فکر هر انسان اوسط فکر دوستایش است، اوسط فکر 5 تا دوستش است. مثال میگم اگر شما 5 تا دوست دارین که از درس، از تعلیم، از پیشرفت، از هدف، از زحمت کشیدن، از برنامه خودشناسی، از کتاب خواندن صحبت میکنه، شما مجبور میشین امون رقم شوین. دیگر تو مجبور میشی از امی قصا کنی دوین، تو خودی که چوب ششتن نمیتونی، تو مجبور میشی بری یک فعالیتی کنی که اونا صبح قصه میکنه، تو امی قصه را کنی. ولی اگر خدا اینا خواسته 5 دوستی داشته باشی که از وقت گذرانی، از وقت ضایع کردن، از کارهای بیهوده کردن، از فیلم، از سریال قصه کده میره، تو هم چی میشی؟ هر روز میری قصه سریال و فیلم است، تو شو مجبور میشی تو هم یک سریال ببینی که صبح بری دبین از اونا از همون قصه کنی. میبینین تاثیر دوسته؟ به می خاطر در پروسه تعلیم تربیه پر والدین میگیم خوبترین کاری که شما در زندگیتان میکنین پیدا کردن دوست خوب بر اولادتان است. یکی از خدمتایی که والدین بر اولاد خود میکنه پیدا کردن دوست خوب است. ما به می خاطر بعضی از عزیزای من، نزدیکای من، قوم خیش من که پیش من میان، من میگم اولادتون در سمینار خودشناسی روان کنین، نه به خاطر گپای من، به خاطر دوستی شما. من شما رو مثال میتونم میگم اونجا که بیان بسیار دوستای خوب پیدا میکنن. اونجا کسایی که کلیگی از هدف گپ میزنه، کلیگی از کتاب خواندن، یک هفته یک کتاب میخونه می گپ میزنه. بچه تو که 5 روز اشتراک کرد، روز ششم مجبور میشه بیا اینجا مثل دیگرا سخنرانی کنه. نایدین میگه خربوزه خربوزه رنگ میده. چه رقم است؟ خربوزه خربوزه رو دیده رنگ میگیره. همسایه از همسایه پن میگیره. ای نه، تو که اینجا آمدی که یه همسایت میگه کتاب خوندم، میگه کورس رفتم، میگه زحمت کشیدم، تو آستاستا پن میگیری از اینا. من دوستای نزدیک خود فقط یک وظیفه میتونم، میگه از اولاد خود شکایت دارم، میگم تو اولاد تا بر ما در سمینار روان کو سخنرانی کنه دکتر سایی، میگم نیه همونجا روان کو بشینه خیره. اینجا کشیشت خود به خود تغییر میکنه، مثل تو دوست خوب پیدا میکنه. دوست خوب اینقدر تاثیر داره. حتی ایره برای یک چی هم مثال میتن شما میفهمین. برای متوازی الاظلام ایره شما در نظر بگیرین، یک متوازی الاظلام جور کنین. متوازی الاظلام چارزولی است که اظلامش دو به دو موازی باشه. اینی مؤصله از این دو وکتور یا دو قوه است. اگه ای قوی اف یک باشی، قوی اف دو، دو دوست تو باشد، توی مؤصله باشی. هر قدر دوستای تو کت تو هم نظر شده میره، مؤصله تو بزرگ شده میره. ای دو تا را که نزدیک بسازین، مؤصله انوزام بیشتر میشه، بزرگتر میشه.
یعنی وقتی دوستای تو هم جهت تو است، تو هم یه سمینار یک کتاب میخونی، اونا هم میخونه، تو پیشرفت کرده میری، زحمت کشیده میری. ولی اگه دوستای بعد از تو هرچند خوبم باشی، تو در مسیر خوب هستی، اما یه سو آمده میری، این تاثیرات تو را کم ساخته میره. بنابراین انتخاب دوست خوب در زندگی یکی از موضوعات بسیار مهم است. دوست خوب چی مشخصات داره؟ نمیگم تو ما او دوست شما برای شما داره، شما برای دیگران داشته باشه. خیر، ما و شما کسایی هستیم که میخواییم برای دیگران بخشندگی کنیم، از دیگران توقع نداریم. ما و شما میخواییم برای دیگران کمک کننده باشیم. ما و شما تعهد روز اول ما است که ما از مردم، از بیننده، از کسی چیزی توقع نداریم. ما فقط یک کار میکنیم، برای دیگران پیام نیک میرسانیم. ما باید برای دیگران دوست عاقل خوب باشیم. دوست عاقل چی وقت شده میتونیم برنامه ببینیم، درس بخونیم، زحمت بکشیم. شما یک دفعه ببینید دوستای از نازنین ما کدام روز خیر یک برنامه در مورد برنامه هایی که باید ساخته شوه گپ میزنیم. اما شما هم یک گپ مرا گوش کنین خیره. اگر شما در کل افغانستان رسانه‌ای کس برای یک ساعت شب برنامه علمی داشته باشه، ظرف یک سال شما کدام افغان نادان خود پیدا کردین، خود به خود شعور اجتماعی بالا میره. یک زنی است که هیچ وقت کتاب در دست نگرفته، ولی هر شب یک ساعت بحث علمی شنیده، بحث اقتصاد شنیده، بحث زناشویی شنیده، بحث تعلیم تربیت شنیده، بحث دین شنیده، بحث روانشناسی شنیده. این تغییر نمیکنه؟ یک مادر خوب قهرمان شده نمیتونه؟ یک ساعت زیاد است، چون توقع نداریم. هیچ رسانه دنیا را شما پیدا نمیتونید که برنامه مستند نداشته باشه، برنامه علمی نداشته باشه، برنامه آگاهی دهی نداشته باشه، برای ساختن اندیشه مردم خود کار نکنه، الا کشور ما که کل برنامه های ما در راستای بیعقل ساختن مردم، در راستای بیمار ساختن مردم، در راستای گرفتار ساختن مردم است. و خوش هستیم چی نام میمونیم؟ ما به لب مردم خنده میاریم. از صبح تا شام خنده و چه رقم خنده؟ قاعده خنده ایست ما با هم بخندیم، نه بالای هم بخندیم. خنده ما متنش چی است؟ به قد هم دیگه بخندیم، به ریش هم دیگه بخندیم، به لجی هم دیگه بخندیم، به چیری هم دیگه بخندیم. این خنده شد، این توهین است. و ما خوش هستیم، از صبح تا شام قد قد خنده، قد قد خنده. پیش ما یک مریض دم، یک شخص دم اینا خانه بیه، همه قد قد خنده کرده، بر قد قد خنده کرده میره، حتی دوا نمیتون میگیره، بر بستر که وضعش خراب است. این مردم دیگه اگر از صبح تا شام تو خنده کرده میری، دانش دکلیت نیست، گپ زدن تا یاد نداری، فقط قد قد خنده کرده بری، یعنی تکلیف روانی داری، یعنی مردم کلش بیعقل شده. یکی از مشخصات کسایی که منتال ریتاردیشن یا تاخر عقلی داره، این قد قد خنده کرده است، معلوم نیست گپش، معلوم نیست قد قد خنده. ما کل ما منتال ریتاردیشن شدیم، تاخر عقلی پیدا کردیم. از صبح تا شام فقط خنده کرده برو، از خنده که خلاص شدی، الا دنگ 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 دنگ، نه سر معلوم، نه لای معلوم، نه شعر معلوم، نه هدف او نرش معلوم، فقط دین تنگ دین تنگ. بیش پورا کن. اگه بگو اینه کم کم کو، میگه نه گپ زد و هنری زد، باید رئیس جمهور اینا رو مدال داده بره. رئیس اجرایه مدال میتن دیگه، میبینه نه، رئیس جمهور و نرپرور است، رئیس اجرایه و نرپرور است، فدا میکنن به فکر از این هستن، موتر برشان میته، بر بعضشان خانه میته، که کم از انوز فعالیت هایشان کم از باید زیاد بسازه. اما اگر بگوی یک ساعت اگر وقت بانین، یک برنامه علمی جور کنین، یک برنامه خوب جور کنین که مردم تان آگاه شوه، اون نام باشه، یک ساعت ما میگیم سعی کنین، گرچه قایده ایست 5 ساعت برنامه علمی مردم بینه، 1 ساعت تفریح و سرگرمی. ولی شما خیره همین سرچپیش هم کار کنین، 5 ساعت هر بدی میکنین بکنین، همین 1 ساعت برنامه علمی برای مردم نشر کنین، اما کسی حاضر نمیشه و این تاثیر میکنه بالای ما. بنان ما دوست عاقل باشیم، برنامه خوب ببینیم. اما یک ما دیگه کدام مشخصات برای دوستای خود داشته باشیم، خیر یک وقفه میگیریم، بعد عقیبش ما در خدمت هستیم. تشکر. یک جان سپاس دوستای عزیز، ما به دوستی شما افتخار میکنم. ما برای دوست خود باید دوست با اخلاق باشیم، حقیقت بگوییم، راستی بگوییم، از عدالت گپ بزنیم، آدم منصف باشیم، آدم با احترام باشیم، آدم با عزت باشیم. یعنی این یک مشخصی دوست خوب است که ما باید داشته باشیم برای دیگران. ما باید ظاهر و باطن ما با دوست ما یکی باشه، نه که پیش روی یک رقم پشت سر یک رقم دیگه. متاسفانه یک بدبختی در کشور ما است، پیش روی خود خوب نشان میتنم، به مجرد که دوست تغییر خورد،
گپای بد شروع میشینه. ما و شما منعیس دوست خوب در پیشوری کسام صادقانه گپ خوب میگیم، پشت سرم اگعیب داره بر خودش صادقانه برش بیان میکنیم، پشت سر کسایی بشه نمیگیم، فایده نداره، اوزار خراب میکنه. ما دوست خود گوشه تنها میبریم، دوست جان اینی یک عیب است، مومن آینی مومن است، من اینی عیب در آیای نمیبینم، تو ایره باید اصلاح بسازی. دوست ما برای ما بگه این رای اصلاح ساختن است، فایده دوست است. خصوصیت دیگه خوبی دوست خود خوبی خود بدانیم، بدی دوست خود بدی خود بدانیم، خود شریک بسازیم، بی تفاوت نباشیم. دوست عزیز یک دردی که کشور ما را خراب کرده درد بی تفاوتی است. ما در قصه هم دیگه نیستیم، یکی که در مشکل می باشه میگیم با ما چی او در مشکل است و این مشکل دامنگیر ما میشه. در دیگه ممالک بر یک نفر ظلم میشه کل مملکت استاده میشه. چرا میفهمه؟ او هم مثل خودشان یک شهروند بود، صبح این احتمال سرازی هم وجود داره، ولی ما و شما چی میکنیم؟ نه. شعری از شاعر بزرگوار ما جهانی صاحب است که ما شعر حال نمیخوایم بگویم ولی متن شعر میگم. در مورد سه تا گاو شعر داره. سه تا گاو در یک چراگاه بودن و رفیق در سه شب سم میچردن، او سوی ایسو هیچ کس نزدیک شده نمیتونست. سات گاو تیر بود، شکمشان سیر بود، گروهشان وابسته، ساتشان خوب اما مست. یکی از این گوا سفید بود خالص، یکی خالص سیاه بود، یکی سیاه و سفید ابلق بود. این شیر و گرگ و هر چی که می آمدن که می دید که اینا در سه سمت هستن هیچ می گفت نه نمی شون می رفتن. بزور کس نتانست، بزور نتانست. چی کرد؟ شیر آمد امی گوا سفید و ابلق گوشه کرد که بیادر این سفیدی نجابت و پاکی شماست، شما از این سمت هستین، سمت این زبانتان است، به این قوم وابسته هستین. این گو سیار چرا در بینتان ماندین؟ این از سمت فلانی است، لسانش فلانی است، قومش فلانی است. چطور در گروهتان شما آمدین نمی شرمین؟ چطور در بین شما جای گرفته؟ آه گو بانگ بانگ بانگ، راست میگی راست میگی، این از سمت فلانی است، خیره که در قلم رو ماست، در کشور ماست، هم وطن ماست، ولی از نسل فلانی است. خو گوا باز مثل مردم ما و شما نبود خیر مرد دلار هم بده که ما برم غمشه بخورم. دلار نگرفتن و گفتن چی کنیم؟ شما دو تا گفت تیره تا نبیارین، ما دیگه شا جور میکنم، فقط دمی دفاع از این نگرد ندوین، دو سمت شما بند نکنین، دیگه سر ما هیچ که ما شما را از شر این سیاه، از شر این نژاد پست خلاص نکنم نمیمونم. خب بانگ بانگ گردش خیزک زدن، گوا مستیه نه دشمن از بین میبره، این راستی در بین ماست. رفتن اوست خودم مصروف کتی گوه کسی ها کرده فهم میامد که گوشه را بگیره، این دوتا دور خود کرده میرفت، دور رفته میرفت. در این وقت که دوتا دور رفته میرفت شیر آمام لکت، او از او طرف گرگه نمیمون که سری رفیقایش نبی، اما خبر نبود که پشت سر رفیقا خالی کرده. شیر آمام لکت گوه سیارت دارید توتا توتا کت خورد و چند روزش سیر بود، باز گوش نشد، باز آمد هو گوه سفید. همین سیاهی بد نیست؟ نسل بد نیستن؟ هستن، در فلان هستن زندگی نمی کنن؟ می کنن، لسانشان فلانی نیست هست؟ خیر کم وطنت هست؟ ای لکی سیاه داره؟ ای از امون نسل نشانی داره؟ ای را باید نبرد تو را از شهر از این نجات بتام؟ گو سفید خو؟ ها من نسل برتر هستم. بله تو نسل برتر هستی، اجداد تو را ببین، این رنگ سفید تا ببین، تو چطور؟ والا میگه ما شنیدیم که رنگ مهم نیست. نه غلط شنید، رنگ چطور مهم نیست؟ خواست ایس چی کنم بزنمش کت شاخ؟ نه تو خوب از آمد نکن، تو از آمد نکن، تو فقط برو یک طرف خودم مصروف کن دیگه سر من. باز دویده دویده آمد ای گوک ابلغ تا دیروز یکی دیگه خود دفاع میکنن، بیچاره فکر کرد که ایسو نگرفته ایرام زد. میفهمین چی شد؟ گو سفیده بردن شیران میمونی که بیا به نام خدا تو نسل پاک استی و خوب استی. نه دگر روز آمد که گو هر چی بانگ زد، هر چی عذر کرد، هر چی در پایش افتید که بیادر من خو نسل پاک هستم، من خو همکار شما هستم، چقدر نوکری تانه کردم، چقدر چاپلوسی شما را کردم، چقدر اختیارات وطن در دستتان ماندم، چقدر معادنه در اختیار شما ماندم. فایده نکرد، گفت تو گو هستی، گو عقل نداری، تو گو هستی. گو چطور کت شیر آخیشی کنه؟ محکوم به مرگ استی، تو که به گو خود نشدی به ما چطور میشی؟ از بین برد. ما
ما باید خوب دوست خود خوبی خود بدانیم، بدیش بدی، بی تفاوت نباشیم در مقابل مشکلات کشور خود، در مقابل مشکل همسایه خود، در مقابل دوست خود. داستان دیگر از دیگه شنیدین؟ یک دیقان یک گاو داشت، یک گوسفند، یک مرغ، یک خراسک مقبول، یک موشک هم دم خانه زندگی میکرد دیگه در کادان بروجا بروش. یک روز دیقان تلک آورد که موش بیچاره را بگیره. موشک گردنک پد دویده دویده پیش گاو آمد، گاو جان، گاو جان، گاو لولا، خبر داری؟ دیقان تلک آورده، موش مخ یک کمر یک جای زندگی کردیم. بانگ با من چی؟ مرد تلک میگیره، پای من نمیبینه. موشک گردن پد راست میگیره، خود تلک نمیگیره. رفت پیش گوسفندک، گوسفند بیادر، گوسفند بیادر. ما و شما خودم یک قری هستیم، خیشی کردیم یک کمر، شما هرچی میخوردیم ما در اینجا پس مانده و اینا را. تلک آورده، بقا 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 گوشای خدا تپ 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 تپ، اما چی؟ خندام سرش کرد، تلک آورده بره، برگمشه بره تلک آورده، به تو آورده، به مکن آورده، و بیدر خیره ما و شما خی یک گروپ هستیم. برگمشه رفیشم خراسک شندیم که خراس غیرت داره، خراسان خراس غیرت داره. آمد خراس جان خبر داری؟ چرا؟ قد 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 چرا؟ تب تب بالای قدام زد یک دو تا آزانم دادت من، چرا خبر دارم؟ تلک آورده به من؟ نه به تو مال دار از ناورده به من؟ خب ما چی دیگه که به تو آورده؟ برگم چرا؟ برگم کت نول زدم تا موشک رفت بیچاره گردن پد. ای آمدن تلک ماندن، موشک دیگه از ترس هم اونجا متعجب بود که پایش در تلک میره. تصادفاً این شو مار میه، در طویله مار میه، مار در تلک دومش بند میمونه، بند میمونه، مار هم اونجا قصوری دومش بند مانده، مار که زخمی شد خو میگه دیگه اون وضعیتش خراب کار میشه. این زن دیقان آمده که کاب اندازه برزگا و دم پایش نیش میزنه مار. او لولو پایم ملا ای چی؟ دیقان میره پرسان میکنه که چطور کنیم؟ قریه اوقی که بوده گفته کسی را که مار بگذ از سوپ مرغ که برش بیتی جور تیار میشه. میره مرغه که حلال میکنه، خاطر تلک گفته بود با ما چی؟ پاید خود در تلک نمیره ولی بود دیگر عوام هست، تو همسایه تا نادیده گرفتی دردشه. این را حلال میکنه، سوپ جور میکنه. زن دیقان سوپ میزنه اما زور ظاهر مار زیاد بوده، هیچ فایده نمیکنه. رفت آمداس و زن تا مار گزیده، آی خو مردم خو گوش نمانده نمیتونی، نان کم بود کردیم چطور کنیم؟ حالا میگه گوسفند بکش دیگه، نان بتی مردم خو نمیشه، بی سیالی خو نمیشه دیگه، گوسفند خو همین روز به درد میخوره. کار ده گرفته میایه همین گوسفندی که در قصه تلق نبود که با پای زور خو نمیگیره، اما از این قضیه خبر نبود، بی تفاوتی کرده بود در مشکل عمومی که هست برای یکی دیگه ما که وارد میشه. گوسفنده میکشه، گوشت بار میکنه، مردم آمده رئیس رفته رئیس، اما زن دیقان جور نمیشه، ای بیچاره میمره که مرد. حالی چی کنه؟ خو خیرات از دیگه در وطن خو که مرده شد، حالی غم تنها مرده نیست، غم نان کردن است، یک بدبختی دیگه ایست که زیاد مردم حالی غم مرده نداره، غم از این پلوار داره کل هفته چلو شست و سالو تا بالای جنجال است، حتی حالی مرده شده کارت آرسی و روان میکنه که در فلانه هتل برای مرده محفل گرفته. حالی شما مغلق ساختن سیستم ها را سعی کنین که برای مرده در هتل محفل بگی. حالی ازیش بگذاریم خوی گوه حلال میکنه که مردم نان به تالی خیرات کنه و موشک کل از این قضیه را سعی کرده میره که هیچ کس که تشیاری نکده بود و کلشان از بین رفت. بنان اگر در مقابل عوامل اجتماعی بی تفاوت می باشیم، درد هم دیگر رسیدگی نمی کنیم، حال ما اینه. ما تو راست که فکر نکنین ما از او گاو گوسفند که حال ما خوبتر است، بدتر از او است، به خاطری که ما بی تفاوت هستیم. اگر مال ثروت پیدا کردیم به یک جای رسیدیم، دوست خود فراموش نکنیم، تغییر نکنیم، دستش بگیریم، کمکش کنیم، یار ما بوده یک عمری. اما متاسفانه بعضی ها میبینیم پولدار میشه دوست موس کلش فراموش میشه. هرچی در توان تا نصر دوستان دریغ نکنین، روادار باشین برش، به انگام مصیبت و گرفتاری برسین برش، مثل موشک تنها نمانی نشه. راز نگهدار باشین، اگر راز خدا بر شما گفت افشا نکنین،
حتی کدام روز قار شدین چیزایی که در رفاقت گفته بود کلا نرین تلک ترازو نکنین، مثل از این دولت مردا نباشین تا که در یک وظیفه سقه یکی دیگه خودت تعریف کرده میرنیم که پس شد خیانت های از او لست میکنه که ایران میمونی تو چطور یک خیانت تحمل کرده بودی؟ میبینین؟ ایتو نباشین، عیبش فاش نکنین، دروغگو نباشین، بخیل نباشین، حسود نباشین علیه دوستتان، نیکوکار باشین، امانتدار باشین، خیرخواه باشین، یک دوست خوب و متقی برش باشین. اگر شما این همی صفتها را برای یک دوستتان داشته باشین، دوست شما افتخار میکنه بر وجودتان، رشد میکنه و به یک بالندگی میرسه. به افتخار دوستای خوب یک وقفان میگیریم، یک کفان میزنیم. زنده باشین. یک جان سپاس. خداوند شما را خیر و برکت فراوان نصیبتان کنه. صفت چلفتان پیش یک جوان سالم پذیرفتن سخت بودن زندگی است. سخت بودن زندگی. جوان سالم به این نتیجه رسیده که زندگی سخت است. مشکلات داره، درد داره، رنج داره و این واقعیت اصلی زندگی است. جوان سالم در خیالات نیست که زندگی را مثل یک تفریح فکر کنه. او در تفریح آمده یک هم چیزی هم پخته کنه و بخوره و خیز بزنه و تا بره و بالا بره، تو نیست. جوان سالم میفهمد تار و پود زندگی، رشته های زندگی با سختی است، با رنج است، با مشقت است، با کمبود است، با مشکلات است. از یک طرفی مشکلات در خود زندگی بود، از یک طرف چهار نفر ظالم و خدا ناترسن و اوزام حق دیگرها را خورده، زندگی را سختتر ساخته. بناهن جوان سالمی را یاد گرفته که منتظر از این نمیشنه زندگی آسان شوه، خود قوی میسازه، خود تواناتر میسازه که در مقابل سختی ها استادگی بتانه. نازدانه نمی باشه. من ماینه خانه بعضی ها میاولا من نازدانه خانه استم، میگم بچه ایم از امروز برو آدم باش. میفهمین چی میگمش؟ یعنی تو که نازدانه هستی هیچ آدم نیستی. دنیا جای آدمای نازدانه نیست. اینمی از دست نازدانگیت است که سرحدت به مای نخانه کشید و حالت از یوم کده بدتر میشه. کل جای مادر ما نیست که ما را ناز داده بره. ما باید با سختی های زندگی آشنا شویم. در اطراف یک ضرب المثل است، میگه پای تو را گاو لغت نکرده. کسایی که قلبه و ماله و چپر میکنه گاو سر پاش پای میبینیم کل پوست پای میشاره پشت پای. او وقت میفهمه که نان پیدا کردن یعنی چی، زندگی کردن یعنی چی. او تی یک اولاد سر پدر نق نمیزنه، سر مادر غر نمیزنه، ناز نمیکنه. ای لوبیا پخته کردی ما لوبیا بخوریم؟ نه، قابلی پلاو بخو. او رقم نیست زندگی. تو بگو مادر جان بتی دست و بوسم، تو لوبیا پخته کردی؟ ای لوبیا تو چقدر مزه میته؟ ای تو مزه را ما در قابلی بازارم ندیدیم که مادرت خوش شوه. تو ما لوبیا خورده بریم، او میگه خاک در سر تو، هم از پدر دیوانه ای تام. خود چیز دیگه ناوردین که من ایره پخته کردم، نشنیدین؟ خب همه تو خراب میشه اوزا و خاطر ناز بی جایی میکنی. تو که لغمی نانه مشکنانی همه تو نگو این نانه که بخوره. او نانی که به دست تو رسیده او به بسیار مشکلات رسیده. یک کسی زمین بیل زده، گندم کاشته، او را ماله کرده، او را آب داده، شبا بیدار شیشته، گنجشکار نمانده او را بخوره، او را درو کده. ایره ما کتا کتا میگم یک سال ای در بر میگیره. در وقت درو خوشای گندم سوزش داره کلش. ایر پشت کرده برده سر خرمن انداخته، شبا بیدار شده ایره مال چپر کرده و میده کرده. باز شبا شیشته روز باد نمی باشه او گرمی های تابستان، او را باد کرده. ایر کار از گندم جدا کرده، ایر برده آرد کرده، ایر نان کرده، ای سر دسرخان بر تو رسیده و تو همه تو خیز نه که بخوره نان، خوشکه که بخوره، نه رود بقو. دختر شا میگه در شار آوازه بود که گشنگی آمده. دختر شا به پدرش گفته بود پدر خیر چرا کلچه نمیخورن؟ نان پیدا نمیشد. گفته مردم نان خشک نداره. گفته خیر چرا کلچه نمیخورن؟ خود قصر کلچه همه تو فراوان، کلی چیز فراوان. خب همیشه غریبی رو مردم بیچاره تیر کرده دیگه، این شاخ و دیش نوش بوده. تو فکر نکن که نه خیر کلچه بخوری. سختی های زندگی رو بپذیر، رنج زندگی رو بپذیر، به جای ناز خود قوی بساز، خود توانا بساز.
منتظر نشی زندگی آسان شه، نمیشه، هیچ وقت نبوده، در طول تاریخ زندگی آسان نبوده و چیزی هم که امروزه جریان داره آسان نمیشه، سخته رو میسازن. بنان تو قوی باش، تو توانا باش. این بسیار مهم است در زندگی. یادتان باشه اگر ما قوی نشیم زندگی آسان نمیشه. اگر ما بزرگ و قوی شدیم زندگی خود به خود آسان معلوم میشه برای ما. مثل که شما خرد بودین در شهر میرفتین، یک کلی قدایشون بلند بلند، تو حیرانک بودی غیر پای مردمه میدیدی، حالی نام خدا خودت قد کشیدی، هم سن مرد قد تو اونا را برابر ساخته، چون تو رشد کردی، اونا پخش نشده، مردم پخش نشده که امروز تو در شهر میری خیال میکنی کلی پخش شده، نه اونا هم قد داره، تو نام خدا کلان شدی. اگه تو قوی شده بری مشکلات رنگ میبازه. و می خاطر میگه با مشکل نگو، مشکل تو بسیار بزرگ است، نه بگو مشکل، خدای بزرگ دارم، توانایی زیاد برم دادم، من تو رو حل میکنم. توانایی حل کردن پیدا کو. مشکل همیشه در زندگی می باشه، چون قایده زندگی است که همیشه تعادل انسان بر هم میزنه. گرسنه میشیم، تشنه میشیم، سردی میشه، گرمی میشه، ما باید روشای رو یاد بگیریم که مجادله کرده بتونیم. موضوع دیگه دوستای از نازنینم، صفت 47 تعریف جوان سالم از انسان است. انسان تو چی می‌بینی؟ بر انسان در طول تاریخ تعریف‌های مختلف داده شده. من بعضیش اشاره می‌کنم. مثلا انسان حیوان ناطق می‌گفتن. انسان حیوان است ناطق. اما دیدن دیگه حیوانات هم بین خود حل مشکل می‌کنن. گفتن انسان حیوان است ابزارساز، خندان، سیاسی. یعنی سیاست انسان هم یک بدبختی است دیگه امروزه. یک روز نشته کرده بودیم یک سخنی از سهراب سپهری است: جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود. بعضی وقت والله متر از باز بعضی دوستای ما که در سیاست بود، نه والله سیاست تو را، سیاست را صحیح، سیاست مردمداری، سیاست مدیریت است، سیاست کار کمترین استفاده، امکانات بیشترین استفاده است، نظم امور جامعه است، ولی چیزی که واقعیت است چی است؟ چیزی که واقعیت جریان داره چی است؟ به جای همت سیاست نداره. اگه یک درخت شونده شوه کل از اینا پس شوه درخت، ببینن آب و هوای کابل چقدر پاک منظم میشه. از دست از اینه میاز بنان منزل جور کو، دود کو، اوزار خراب کو، حالا بدتر بسازن. بنان انسان هر تعریفی میکردن، اما امروز خوبترین تعریفی که توافق سرش است، انسان موجودی است ناقص، انسان موجودی است نیازمند، انسان کمبودی داره، انسان در اول نادانی داره، انسان حتی گپ زدن نمیتونه، راه رفتن نمیتونه، اما می موجود ناقصه. اگه برش زمینه را فراهم کنیم، جاده را انوار کنیم، راه را نشان بدیم، چراغ روشن کنیم، چراغ عقل، چراغ خرد، چراغ خودشناسی، این می موجود ناقص علاقه داره که بره در مسیر کمال، خود بسازه، راه رفتن یاد بگیره، گپ زدن یاد بگیره، نوشتن یاد بگیره، نان پپا میگفت دور اصلاح بسازه، بوت چپ راست خود نمیفهمی دور جور کنه، مهارت یاد بگیره، متخصص شوه، زحمت بکشه، انسان خوب شوه، هر روز به منبع کمالات خود یک قدم نزدیک کنه. هیچ وقت کامل نمیشه، انسان یادتون باشه، کامل تنها ذات حق است، موجود نیازمند هیچ وقت کامل نمیشه، اما انسان خوبی است که تلاش میکنه، جوان سالمی است که زحمت میکشه به منبع کمالات که خداوند متعال از خود نزدیک بسازه. هر روز با آگاهی، با دانش، با دیدن برنامه‌های خوب، با کتاب خواندن، با زحمت کشیدن، با گپ مهربان گفتن، با احترام در خانه کردن، قدر پدر مادر دانستن، کل از اینا قدمایی است که همین موجود ناقص در مسیر کمال قرار میده و میتونه انسان به نوع تکمیل خود برسه، به چیزی تبدیل شوه که باید میشد، ولی کامل نمیشه. انسان بد نیست، انسان گناهکار نیست، انسان فاسد نیست، انسان فاجر نیست، انسان موجود ناقص است. اگر ما زمینه را فرام کنیم، دستش را بگیریم، برش را نشان بدیم، میره دنبال خوبی. ولی اگر جامعه را خراب ساختیم، تعلیم تربیه ندادیم، درس ندادیم، زحمت نکشیدیم، برنامه خوب ندادیم، از صبح تا شام قد قد خنداندیم، از صبح تا شام دنگ 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 شانایش پراندیم، از صبح تا شام گپ تبیزامیز زدیم، تفرقه انداختیم، تو دیگه از اون انسان توقع داری که خوب شوه؟ خب نمیشه دیگه، نمیشه. و ما ملامت هستیم در مقابل نسلی که خراب تربیه میشه، نسلی که ظلم میکنه، نسلی که راه را گم کرده، ما مسئول هستیم، ما سر به گریبان خود کنیم. این داستان مشهور گاندی را خبر داریم. پسر گاندی قسم میکنه، پدرم سیمین کانفرانس داشت، من رانندگی برش کردم، برده میشه کانفرانس، 2 ساعت طول میکشید، موتر کمی عوارض داشت، من رفت برو موتر ترمیم که 2 ساعت بعد بیا که بریم. من رفتم میگم موتر 15 دقیقه جور شد، من خوشم آمد، جوانی رفتم چکرهای خود زدم، یک وقت دیدم که 3 ساعت دیر شده، او خراب شده. رفتم به عجله خود رساندم، پدرم گفت کجا بودی؟ گفتم در مستری خانه بودم. دالی که نبودم. پدر وقت زنگ زد به مستری خانه که چطور شد موتر؟
موتر 15 دقیقه جور کرده میه. میفهمین پدرش چی کرد؟ قفاق پس کرد زد که تو دروغ میگی توری نکرد. چی کرد؟ بچه را گفت پویده بیاسته پیشون بیامد موتر میرم. نه گفت بچه تو موتر تا چالان کن. خودش اینه تو پیشوری موتر میگه قدم میزد تا به خانه. هر چقدر که مسیری بوده. ایده موتر از پشت راست آستا میامد. میگه من اشکایم جاری بود شرم زده بود مکه. پدر تو چرا تو خود جزا میتی؟ گناه را مکردیم. میگفت نه. ما در کل از ایرا باید فکر کنم از کودکی تو تا کلانی تا ما تصور کنم ما کجای کار اشتباه کردیم ما کجای تعلیم تربیه تو اشتباه کردیم که تو امروز دروغ میگی پیش ما راست گفته نمیتونی میبینین ما مقصر هستیم در مقابل خرابی نسلی که بزرگ بشه تنها اولاد خود ما نه شاگرد ما همسایه ما هموطن ما ما منیس یک سایه به رسانه که نتونستیم مردم خود سمت صحبتیم ما منیس یک مومدین که نتونستیم گپ خوبه برش برسانیم ما منیسی یک معلم که نتونستیم دستم در پلی کیمیا برش اخلاقشام جور کنیم ما ملامت هستیم یک وقفه میگیریم به تعقیبش مدر خدمت تشکر از احساس گرمتان یک جان سپاس خداوند شما را خیر بده دوستای از نازنینم خب ای را گفتن که شما را اشتباه شد اینی 47م ای 48م صفت 49م پذیرفتن از ای که دنیا و انسانها اختلاف نظر را باید بپذیریم با که تو بگیم اختلاف نظر داشتن جوان سالم به این نتیجه میرسه که انسان ها تفاوت اندیشه دارن تفاوت فکر دارن اختلاف فکر دارن ما در دنیای زندگی میکنیم با دیگر بان با خود ما اختلاف داریم چرا ای گپ گفتم چرا نگفتم چرا ای کار کردم کاش که تو میکردم کاش که نمی میبین که خود مجادله داریم این انسانی که با خود تفاوت داره با دیگران معلوم دارست که تفاوت اندیشه میداشته باشد تفاوت نظر میداشته باشد ایر ما باید بپذیریم اما جوان ناسالم نه کلی که باید مثل ازی باشه هرچی که میگه اونمو درست باشه نه ما تفاوت باید بپذیریم اما این تفاوت ها را توانایی حلش یاد بگیریم درست طرح کرده بتانیم درست حل و فصل کرده بتانیم از منطق درست استفاده بتانیم از زبان خود درست استفاده بتانیم ولی ایتو نباشیم به این فکر که تفاوت نباشه ای شکر که تفاوت است اگر انسان هیچ فردیت نمی بود سعی کنین فایده تفاوتی است که ما و شما کل ما با هم فرق داریم اینی سبب میشه ما با دور هم جمع شویم ما یک چیزایی بر گفتن دارم که تو رو خبر نداری تو چیزایی داری بر ما چیزایی کل ما اینی سبب میشه ما یکی دیگه خود بشنویم اگر نه که کل امروز فکر کنین صبح بیدار میشین کلی همین رقم می بود چقدر دنیا خسته کن بود یکیش قابل تحمل نیست این کلی جمشید می بود وضعیت چقدر خراب بود خوش شکر که تو نیز خو یکی هم وضعیت خراب شد بنان شکر که یکم نیست دوم خو همین چیزایی که من میگفتم این کل تا نه موتوری می بود کلی میخست نه ما این همین چیزا رو مام گفتم میریم باز اوضاع چی بود نمیشد خراب میشد من همیشه مثال میتم دو تا باغ گل بر شما اعلان کرد که در یک باغ یک رقم گل است 2000 تا گل داریم یک رقم هم یک فکایی مونده بود میگه معلم گفته بود که 12 یک در جن میوه رو نام بگی شاگرد نشته کرد کلا 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 12 دفعه خراس گفته بود گفته بود 12 نگفته بود 12 نه نام بگی که میگفت کلا و سه گفته بود 12 یک در جن میوه رو نام بگی او هم گفته بود 12 تا کلا آلی اگر بگویم اگر بگویی که در یک باغ 2000 تا گل است یک رقم و در یک باغ 2000 تا گل از 2000 رقم کدامش بر شما زیاد جالب و دیدنی خود بود؟ نه بگو این از پار بگو اینم یک رقمیش یک هم تا رو دیدین یک هم تا کت کس اختلاف داشته باشه بازونم که مورد نظرت نیست همون رو انتخاب میکنه 2000 نوش جالب است میری 2000 رقم گله میبینی حس گلای وجود شما ای و اینجا چند رقم گله میبینم لذت بخش است هی تفاوت دیگه تان وقتی اینجا شما میان صحبت میکنین فرق داره گپ یکی ما با دیگه ما نظر ما ای ما باید بپذیریم این زیبایی دنیاست این فردیت هر انسان نشان میده ولی توان از ایره داشته باشیم اختلافات درست طرح کنیم پذیرا باشیم وقتی میشنویم ما اشتباه داریم باید اصلاحش بسازیم ولی اگه میخوایم اینه کلی که مثل ما باشه ناسالم بودن ما رو نشان میده یا فکر میکنیم حق با ماست حقیقت با ماست غلط است
یک جمله بسیار مشهور است، میگه حقیقت روز اول از آسمان در زمین انداختن توته توته شده، هر کس یک توته شیافته. مثلا توتگکای یک نقشه را که جور میکنین، وقتی یک قد درست میشه که من گپ تو را بشنم، تو از من را بشنی، نظر از زیر بشنی، پالوی هم بانیم جور میشه. اگر نه بگویم نه، هر چی من میگم همون صحیح است، نشد. اتو نباشیم مثل قصه داستان فیل و فیلی که مولانا بیان میکنه. اش چند نفر در تاریکی روان کردن که برو اول فیل بیار که فیل چه رقم است. یکی اومد سای فیل مثل ستون است، پایش دز زده بود. ای ستون های ستونای خانه تان وارست دیگه، دراغگای شاخ درخ وارست و شاخ شد دز زده بود. یکی میفنی مار وارست دو میشد. هر کس یک نشانی را میگفت، ولی اونا یک گپ دیگه خود قبول نمیکرد. دولی کار کدام شک قسمتی داد. اگر میگفتن خوش است توی ربانی ربانی ربان، یک تصویر جور میشد، فیل از او جور میشد. یا مثل امو که چند نفر که نان چوروا را آورده بود، یکی میگفت من نان ریزه میکنم، یکی میگفت دودی خشتم، یکی یک چیز جور نمی آمدن. یا که در پر داده بود که برین چیزی بخرید، یکی عنب میخرید، یکی انگور میخرید. داستان ها زیاد داریم دیگه، ولی گپ یکی می بود. به نان پذیرا باشیم، بپذیریم و این تفاوت ها را قدر قائل شویم و این سبب زیبایی زندگی میشه. جوان سالم میپذیره، جوان سالم میپذیره دنیا دنیای تفاوت هاست. به خاطر کمی شماری 50 شوم، این دنیای تفاوت است، دنیای تفاوت است. همین لحظه مثلا لباس یکی ما یک رنگ نیست، کل ما فرق داره. نمیشه بگیم نه لباس خوبی نمیست که تو جاکت میداشتین کلتون، تو نیست. تفاوت ها رو پذیریم. شما سر لباس ما خورده نگیرین، خود یک لباس هست تو نکنین. از کل ما و شما هر کس در جایگاه خود تفاوت. بنان جوان ناسالم دنیا رو به دو قطب تقسیم میکنه، سیاسفید، خوب بد، دوست دشمن. اتو نیست دوستای از نازنین، در بین از 5% دنیا سیاس خراب است، 5% خوب است، اما 90% تفاوت هاست. 90% اختلافات است در دنیا که نمیشه خوب و بد بگوییم. باید بپذیریم این تفاوت ها را. بین سیاه و سفید بسیار رنگ های دیگه است. کسایی که دنیا را دو قطبی می سازن خراب میکنن. این طرز فکر خراب است، دنیای تو نیست. حتی شما یادتان باشه اگه یک انسان میگه انسان خوب، مانایزی نمی تو هیچ بدی نداره، بسیار بدی ها داره، اما خوبیاش زیادتر است، خوبیاش زیادتر است. همونی را که میگه انسان بد، تو برو ببین و بعضی خوبیان داره، اما چرا بد میگن؟ چون بدیاش زیاد است. حتی در اون دنیا وقتی پرسش سوال میشنی، دو طرف ترازو را مثال میده، اعمال خوبت تو رو بدت رو تو خونه میکنه که تو اینی بدی رو انجام داده، حالا برو دوزخ، یا تو یه خوبی برو جنت. نی سنگین سبک میکنه آیا تعداد خوبیاش زیاد است یا تعداد بدی. حتی در اونجا ما مطلق نداریم، ما انسان خوب مطلق نداریم. تنها پیامبرا بودن که از گناه کبیره و صغیره پاک بودن. کل ما اشتباهات داریم هر روز. انسان خوب مطلق نداریم، انسان بد مطلق هم نداریم، تفاوت ها را داریم. و ایره ما باید در زندگی بپذیریم، به جای دشمنی، به جای جنگ، به جای تنفر، به جای کینه، ما از منطق، از زبان خود استفاده کنیم. روزی که جنگ دوام میکنیم میره صفت حیوانی. حیوانات بیچاره زبان ندارن، یکی دیگر که میبینه خود میپندانه، پر و بال خود صدای خود رو رس میکنه که بترسانن، دندان بگی بگی. ولی انسان اگه این کارا رو میکنه صفت حیوانی است. ما باید درست موضوع رو طرح کنیم. و این جمله بسیار مشهور از راسل شندین میگه روزی شما در یک استدلال به جنگ توسل میکنین که دیگه منطق برای گفتن ندارین، روزی گپ دیگه شما را عصبانی میکنه که جوابی برای ارائهش ندارین. ما اینی توانایی رو یاد بگیریم که استدلال خوب بتانیم و از منطق استفاده خوب بتانیم. دوست عزیز نازنینم، بیاین که یک وقفی آخری رو بگیریم، بعدش ما در خدمت هستیم. تشکر. شما زنده باشین جوانا و نوجوانای سالم کشور، خرد و بزرگی که اشتراک میکنین و عزیزایی که برنامه را میبینین. ما هر هفته یک عزیز ما را به خاطری که در برنامه اشتراک میکنه، سخنرانی میکنه، زحمت میکشه، وقت میمونه، ما را یاری میکنه و این قافله را پررنگتر میسازه که کلتان بر ما قابل قدر استین و دوستتان داریم. آرزوی روزی را داریم که جوایز خوبتر برتان داده بتانیم، ولی حالی از همی امکانات ناچیزی که داریم استفاده میکنیم. چون من ایسه گله نمیگم، چون ما به هیچ کس شکر وابسته نیستیم. خداوند یاری ما کنه، ما و شما از خداوند تنها بازوی توانا میخواییم، عقل سالم میخواییم، ولی
کسی کمک نمیکنه. تجار ما با وجودی که داد از اسلام میزنه در بدترین برنامه میرن اسپانسر میشن برنامه خود میتن، از رای نادرست پول به دست آوردن. ای که شما یک برنامه خراب اسپانسر میکنین، در ترویجش در ایش کمک میکنین، در اعلانش شما پولتان میره، شما به خیانت شریک هستین. ما باورم ایست یک برنامه خوب کس نمیکنه. شما یک برنامه دینی جور کنین، هیچ همون تجاری که داد از اسلام میزنه میره در خانه خدا عکس میگیره، او دیگه به یادش نمیگه که یک برنامه خوبه، یک برنامه دینی را. اگر نه، تجارای ما باید برنامه خوبه. امروز روزش است. برای تلویزیون بگه خود تو صاحب تلویزیون بسیار پول پرست هستی، تو سریال به خاطر که پول داره نشر میکنی، بگی این برنامه را پولش هم میتمد، یک برنامه دینی برای زمین مردم نشر که از دین خود خبر شوه، یک برنامه علمی، یک برنامه تعلیم و تربیه مادرای ما یاد بگیره با اولاد خود چی کنه، یک برنامه برای سالم ساختن جوان که به پدر خود بی ادبی نکنه. سعی کنین ما میتونه. اما تجار ما متاسفانه، حال دیگه چیزی نمیگم، فقط حکایت است میگم. شکایت ما از هیچ کس نداریم، هر کس هر چی میکنه. اما ما تلاش خودم میکنیم، حداقل بین خودمون تو میسازیم دیگه. یک ضرب المثل در بین خانماست میگه تنورک خودسازی، خود چکچک و خودبازی. ما که این تنورک خود خوش هستیم، جور میایم. امروز نوبت رسیده به ادریس جان دولتزی که عزیز ما خواهش میکنیم بیاین به استیج و ما شما هم تشویقش میکنیم. خوش آمدی نازنینه. تشکر. میشنیم سر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام خدمت تمام حضار گرامی، بینندگان محترم تلویزیون نهایت عزیز افغانستان و برنامه خودشناسی. خدا کند که همه تان جور و صحتمند و سرحال باشین و یک فکر مثبت و یک اندیشه مثبت را در سر بپرانید. خب تمام موضوعاتی که در اینجا تدریس میشه و بحث میشه میتونیم به دو موضوع خلاص و جمع‌بندی بکنیمش. اول سخن نیک، دوم عمل نیک است. همه موضوعاتی که دکتر صاحب محترم اینجا بحث میکنند و ما صحبت میکنیم، دو موضوع هست خلاصه هر دویش، یکی سخن نیک و دیگر عمل نیک. پس این سخن نیک و عمل نیک چی هست؟ ما نیاز به این دو اصل در زندگی داریم. اگر این دو اصل در زندگی ما تطبیق بکنیم، انشاءالله تمام زندگی ما رونق میگیره و پیشرفت میکنیم. یک سخن نیک هست، دوم عمل نیک. یکی از بزرگ جهان میگه، که از سخنان بزرگان است، میگه دو طبقه از مردم همیشه بدبخت میمانند. اول کسایی که گپهای همگیره، سخنهای همگیره گوش میکنند، مثبت منفی هر دو را گوش میکنند. طبقه دوم کسایی که صحبتها و گپهای هیچ کس را گوش نمیکنند، نه خوب را گوش میکنند نه بد را. پس این دو طبقه مردم همیشه بدبخت میمانند. و در جای دیگه خداوند متعال در باره ارزش سخن چی میگه؟ چی تعبیر زیبای خداوند داره؟ خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. با محمد صلی الله علیه وسلم خدا متعال میگه که بشارت بده، خوشی بده، خوشخبری بده برای بنده های ما. الذین، کسانی که یستمعون القول، سخن نیک را میشنوند، فیتبعون احسنه، و با بهترین شکلش او را عمل میکنند. اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که خداوند ایشان را هدایت کردند. و اولئک هم اولو الالباب، و اینها کسانی هستند که رستگار هستند. پس خداوند متعال در رابطه با سخن نیک چی تعبیر زیبایی داشته؟ همه موضوعاتی که ما شما اینجا یاد میگیریم، میفهمیم، درک میکنیم، همش در رابطه با سخن نیک است. اما ما در پولی سخن نیک یک چیز دیگه هم نیاز داریم که عبارت از عمل نیک است. اگر ما سخن نیک بگوییم همه روز، اگر عمل نباشه خب نادان هستیم. میگن چون عمل در تو نیست نادانی. پس اگر عمل داشته باشیم و سخن نیک را گوش بگیریم و طریق احسنش ما را عمل بکنیم، پس رستگار شدیم. ای از زندگی، ای از یعنی خودشناسی، همدیگر پذیری. اگر سخن نیک را گوش نگیری و با عمل نکنی، پس زندگیت میشه دگرگون. سوال از همه تون تشکر و جای ازی است که سپاسگزاری بکنیم از جناب دکتر صاحب محترم، تاسیسگذار از این برنامه. شما جوانایی که اینجا حضور دارین، قدم رنجه فرمودین، روز جمعه را گذاشتین و اینجا آمدین تا برنامه ثبت شوه و سخن نیک را بشنوین، با
باور بکنین که همتون قابل قدر هستین و ما بالای وجود همتون افتخار میکنم و تشکری خاص از فامیل خودم میکنم، بخصوص مادر جانم که مرا تا این دم یاری کرد. بعد از اینکه پدر ما درگذشت فوت کرد ما خرد بودم. این یک کوتاه زندگی سلسله خود زندگی خودم است. مادر جان ما تا به امروز مرا یاری کرد و از من حمایت کرد و من توانستم به اینجا برسم. بازم تشکر زنده و سلامت باشم همه شما را. تشکر. خداوند تمام رفته ها را بهشت بر این نصیبشان بسازه و پدر مادرای زنده را جور داشته باشه. قابل قدر هستند مادرای قهرمانی که بعد از درگذشت پدر فرزندان را برومند تربیه میکنن. قابل قدر هستند. خداوند مادر شما را شامل تمام خیر و برکات بسازه. کمت اولاد نازنین داره و چقدر گپ خوب گفت. خداوند متعال میگه کسی که سخن خوب میشنوه هدایت شده است و صاحب خرد است. این دو صفت دیگه یاد ما باشه. روزی که ما توانایی شنیدن گپ خوب داریم در یک وعده که خداوند داده شامل هستیم، از او روز بترسیم که ما گوش شنیدن گپ خوب نداشته باشیم. برنامه خوب ایر نمیشنوم، اون خیلگری را میشنوم. این یک خیانت است و این دیگه گپ خداوند است. وقتی ما بس میکنیم وعده خداوند است. اگر از هیچ کس قبول نداریم گپ خدای خود قبول کنیم. میگه گپ نیکو را بشنوین، او را عملی کنین، شما هدایت شده و صاحب خرد هستین. همین دو صفتی خداوند بر ما داده. ای عزیز ما را در پلی تقدیرنامه برشان ما فیزیک میخانیک ساده را و فیزیک مغناطیس و برق آوردیم. اجزایی که میخوان اولادایشان رای درست پیدا کنن در هجوم رسانه های بد و منفی کس، ما تلاش کردیم تمام درس های را، ریاضی، فیزیک، کیمیا، هندسه، مثلثات، بیولوژی، کلش را به شکل دیویدی ساختیم. میتونید دیویدی ها را از کورس المپیاد و یا از ماینه خانه ما در سرک 4 سیلو به دست بیارن. از مطبعه عظیم تشکری میکنم که اینا را در نشر و پخشش کمک میکنه. ای عزیز ما میرام بخوانن و این تقدیرنامه را در دیوار خود بند کنن و کرفتی دست مادر جانم ببوس. مادرای عزیز، پدرای عزیز، قابل قدر هستین. ما اینجا هر روز از احترام شما صحبت میکنیم. قدر پدر مادر را بدانین. تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد. هموطنای عزیز نازنینم، یک جان سپاس. برنامه ما تقریبا دو سال میشه، صدها برنامه شده در یوتیوب تلویزیون افغانستان و یک یوتیوب به نام خودم یک عزیز ما جور کرده، دکتر جمشید رسا به انگلیسی. میتونین تعقیب کنین، ویدیوهای زیاد است و همچنان اکثر بحثا به شکل دیویدی هم در سای مکتب هم روانشناسی و هم کتابای بسیار خوب آماده ساختیم. بگیرین از اونها استفاده کنین و کورس المپیاد یک منبع خوب درسی و یار همکار و همیشگی بر شما عیزا است، کسایی که دنبال علم هستین، چون باور ما به این افغانستان به جهاد علم نیاز داره. یک جان سپاس. اشتراک در برنامه رایگان است. هر جمعه ما ساعت 9 تا 12 3 ساعت اینجا گپای علمی میگیم و شما میتونین اشتراک کنین. تا برنامه بعدی تمام شما عیزا را به خداوند بی‌نیاز امانت میکنم. شب روز خوش داشته باشید.